و اما اون قسمت دوم که عرض کردم باید بگم، در هر پدیده ای اگر بخواهیم ما اهمیت این پدیده رو تشخیص بدیم و همچنین موفقیت این کار را تشخیص بدیم، باید نگاه کنیم ببینیم این پدیده چقدر توانسته است الگوسازی کند، سرمشق واقع بشود و چقدر استقامت به خرج داده است، ثبات به خرج داده است، پای حرف خود ایستاده است. انقلاب هم همینجوره. یک انقلاب اگر بخواهد تأثیر بگذارد بر روی ذهن و عمل دیگران و الگو واقع بشود، این خصوصیاتی باید داشته باشد. مهمترین این خصوصیات همین ثبات و استقامت و ایستادگی است. اگر این شد، انقلاب الگو واقع خواهد شد برای دیگران. والا برق‌هایی که یک جایی بزند و خاموش بشود خیلی نمیتوانند الگو سازی کنند، خیلی نمیتوانند دیگران را به دنبال روی خود تشویق کنند. انقلاب ما اینجوری بود است. انقلاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز باشد و این بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگی بر اصول و پایه‌های اصلی است که این انقلاب به وسیله امام اعلام کرد، ایستادگی کرد این انقلاب. من در این موردم چند نمونه رو عرض بکنم. یک نمونه اسلامی بودن است. از اول امام گفت انقلاب ما اسلامی است، مبتنی بر اسلام است. در دنیا هو و جنجال زیاد شد، گفتن اسلامی بودن با دموکراسی نمی سازه، اسلامی بودن ارتجاع است، اسلامی بودن عقبگرد است، احکام اسلام قابل پیاده شدن نیست و چه و چه و چه. یه عده‌ای هم صداهای اونها رو در داخل کشور منعکس کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد، تسلیم هوچیگری ها نشد. بله، ما اسلامی هستیم، به این افتخار میکنیم و ثابت میکنیم که راه نجات بشر این است. این جمهوری اسلامی با صدای بلند به همه دنیا اعلام کرد. امروز بعد از 32 سال شما نگاه کنید به جامعه ما، رفتارها از روز اول اگر اسلامی تر نباشد حداقل مثل روز اول پیروزی این انقلابه. جوانهای ما، جوانهایی که امام را ندیدن، دوران جنگ را ندیدن، از انقلاب چیزی به یادشون نیست، اما پایبندیشون و التزامشون به مبانی اسلام از بعضی ما پیرمردها بهتر است، قوی ترند. مسئولین کشور افتخار میکنند به اسلامی بودن. در طول این 32 سال البته خیلی تلاش شد در داخل حتی تشکیلات حکومتی، کسانی بودند تلاش کردند شاید بتوانند راه ها رو به صورت زیگزاگی در بیارن و تدریجا دور کنن، زاویه بدن، نتوانستن. ایستاد بر سر مبانی خود، مبنای اسلامی بودن ایستاد. این نمونه. یک نمونه دیگه مسئله مردم سالاری است. از اول امام اعلام کرد که باید مردم نظر بدن، چه در اصل انتخاب جمهوری اسلامی،
چه در تدوین قانون اساسی، چه در پذیرش اون قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در انتخاب رئیس جمهور، چه در انتخاب مجلس، ایستاد امام. ببینید 32 سال از انقلاب میگذره، ما 33 تا حضور مردم داشتیم با محاسبه رفراندوم هایی که شده است. در طول 32 سال 33 مرتبه یا 32 مرتبه مردم رفتن رأی دادن، انتخاب کردن، به طور متوسط سالی یکی. این خیلی مهم است، انتخاب مردم ایستاد. ما در دوران جنگ، این تهران زیر بمباران بود، انتخابات تعطیل نشد. در شهرهایی که موشک باران رژیم صدام بود در دوران جنگ، انتخابات تعطیل نشد. یک دوره در یکی از دوره‌های مجلس فشار آوردن شاید بتوانند به دلایل سیاسی خودشون انتخابات رو تأخیر بیاندازن، موفق نشدن. تا امروز انتخابات جمهوری اسلامی و حضور مردم یک روز تأخیر نشده است. این مردم سالاری است. روز اول امام گفت و جمهوری اسلامی بر سر این مردم سالاری ایستاد، قبول نکرد که از مردم سالاری عبور کند. امروز مسئولین کشور از خبرگان رهبری که رهبر رو نصب میکنن و عزل میکنن گرفته تا ریاست جمهوری، تا مجلس، تا شوراها، منتخبین مردمن. جریان‌های گوناگون هم سر کار آمدن. اینجور هم نبود است که ما بگیم یک جریان، نه، گرایش‌های سیاسی از اول تا امروز در این چند رئیس جمهوری که سر کار آمدن، هر کدومی یک جهتگیری و یک شکل داشتن، اما همه با انتخاب مردم بر سر کار آمدن. نمونه بعدی نمونه عدالت اجتماعی است. از اول امام اعلام عدالت کردند. خب عدالت اجتماعی از همه این کارا سخت‌تر است. من به شما عرض بکنم، از حفظ مردم سالاری و بقیه کارهایی که در جمهوری اسلامی شده است، استقرار عدالت اجتماعی کار سخت‌تری است، بسیار کار دشواری است. نمیگمم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعی رو مستقر کنیم، نه، هنوز خیلی فاصله داریم. اون عدالتی که اسلام از ما خواسته است با اون چه که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی داره، اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روز به روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعی از سالهای قبل هم بیشتر است، از دورهای قبل هم بیشتر است. یکی از نمونه های مهم عدالت اجتماعی تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور است. در نظام های غافل از این حقیقت عدالت اجتماعی بر روی طبقه خاصی تکیه می شود، بر روی مناطق خاصی از کشور تکیه می شود. در جمهوری اسلامی هرچه پیش میاییم تا امروز که 32 سال گذشته این معنا را قوی تر میبینیم. روستاها در حوزه مراقبت قرار میگیرند، شهرهای دوردست در حوزه مراقبت قرار میگیرند. این همه مسکن سازی در روستاها، این همه جاده سازی به سمت شهرهای دور کشور و روستاها، راههای ارتباطی، ارتباطات گوناگون، نیروی برق، آب مناسب، تلفن، امکانات زندگی، اینا توزیع شده است در سرتاسر کشور. این سفرهایی که مسئولین کشور میکنن به استانهای مختلف، به شهرهای مختلف، بعضی از این شهرهای دوردست تصور نمیکردن که بتوانن یک مسئول درجه دو را هم ببینن، حالا ببینن که مسئولین بالای کشور میرن سراغ اینها. اینا خیلی با اهمیت است.
خیلی ارزش دارد. وقتی انسان رفت دید، مشکلات رو مشاهده می کند، انگیزه به وجود میاد برای برطرف کردن مشکلات و همین استقرار عدالت اجتماعی. داریم میریم به سمت عدالت اجتماعی. زندگی مسئولان اونچه که انسان در دنیا مشاهده میکنه، زندگی های اشرافی، کسی که به حکومت میرسد، رئیس جمهور میشود یا یک مقام بالایی پیدا میکنه، زندگیش کنه و از این رو به اون رو شد. در کشور ما نه. البته ما امثال بنده باید زندگی هامون رو مطابق با ضعیفترین اقشار جامعه قرار بدیم. نتونستیم، این توفیق رو نداشتیم، این نشده است. اما زندگی مسئولین جامعه، مسئولین کشور، به حمدالله مثل زندگی متوسط مردم، گاهی بعضی پایین تر از متوسط مردم، اینا خیلی با ارزش است. همین مسئله سهام عدالت، همین مسکن روستایی، همین هدفمند کردن یارانه ها، این یک کار بزرگی است. اگر انشالله مسئولین کشور بتونن خوب این رو اجرا کنن و عمل کنن، خیلی مهمه. این یارانه ای که برای این نیروی برق دولت میداد به همه مردم، خب اون کسی که تو خانه چلچراغ روشن میکند و لوست روشن میکند و مصرف برق بیشتری میکنه، اون کجا؟ اون کسی که یک شعله دو شعله برق تو خانه داره، این کجا؟ اونی که ثروتمندتر است بیشتر از اون یارانه استفاده میکرد. این ظلم بود. میخوان جلو این ظلم رو بگیرن. همینطور در قضیه نان، همینطور در قضیه بنزین و غیر اینها. ایستادیم، نظام ایستاد بر روی شعار عدالت اجتماعی. نقطه بعدی استکبار ستیزی است، عدم تسلیم در مقابل فشارها. ایستادیم، این کار سخت بود، اما جمهوری اسلامی توانست این کار سخت رو با موفقیت انجام بدهد. خیلی ها بودن از همون اوائل انقلاب میگفتن آقا حالا که انقلاب پیروز شد دیگه بسه، بریم با آمریکایی ها مسائل رو تمام کنیم. این معناش این بود که شعار ظلم ستیزی انقلاب تخطئه بشود. تشویق میکردن این رو. در طول زمان بودن کسانی که دنبال این بودند، یعنی بریم با آمریکا همراه بشیم، اون کسی که دشمن اصلی ماست بریم زیر بال او، به دامن او پناه ببریم. معناش این بود. معنای این حرف فروختن قضیه فلسطین است. معنای این حرف اغماز کردن از جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و امثال این هاست. معنای این چشم بستن بر روی این همه ظلمی است که آمریکا در جهان داره انجام میده بر ملت‌ها، ظلمی که میکنه. یعنی اعتراض نکنیم، خب عادی کردن روابط معناش این است که دیگه ملت ایران، مسئولین ایران نتوانند صریح اعتراض بکنن، حرفشون رو بزنن و یک مرحله اون طرفتر تدریجا مجبور بشن حرف اونها رو قبول بکنن. خب این ثبات و استقامت پر زحمت بود، اما با برکت بود. رحمت الهی رو هم جلب کرد، توجه ملت ها رو هم جلب کرد. این ایستادگی شما ملت ایران ظرف این 32 سال بر روی شعارهای اصلی انقلاب، این برکت بزرگ را داشته است که امروز دنیای اسلام به چشم عظمت نگاه می کند. مسئولین کشور شما به کشورهای مختلف وقتی سفر می کنند، اونجور استقبالی ازشون می شود. وقتی محبوبیت شخصیت‌های سیاسی رو می خواهند محاسبه کنن، حسابگرها، مسئولین کشور شما در ردیف اول قرار میگیرن. ملت ایران کارش الگو شد. امروز دارین نشانه های این رو مشاهده میکنید. این برکت بزرگ و این خصوصیت از خصوصیاتی است که جز با گذشت زمان معلوم نمیشد. این مسئله ثبات و استقامت امروز در کشور مصر
دارد انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود. اون رئیس جمهور دوره انقلاب، رئیس جمهور آمریکا که در دوره انقلاب ما رئیس جمهور بود، همین چند روز پیش مصاحبه کرده، گفته این حرف صداهایی که در مصر شنیده می شود اینا برای من آشناست. یعنی اونچه در قاهره امروز شنیده میشه در تهران اون روزهای ریاست جمهوری او شنیده میشد. اینها رو دنیا دارد قضاوت میکند. لذا امسال دهه فجر ما مهم است، حساس است، پرشور و حال است. انشاءالله راه پیمایی 22 بهمن بر همه این افتخارات به وسیله شما ملت عزیز خواهد افزود. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر.